درود بر دوستان عزیز، ایرانگرا، میهنگرا، بارها گفتم ایرانگرایی هزار بار شرف داره بر میهنگرایی و ملیگرایی. ملیگرایی کسی من قبول ندارم، یک پروژه صهیونیستی اسمش اصلا نادرسته. اول ایرانگرایی، بعدا میهنگرایی. ایرانگرایی اصلا آرمانه، ایرانگرایی در مفهوم انتظار امام مهدی و زمان برابری میکنه. شهید ترانی مقدم چند وقت پیش نامه ازش افشا شد، قبل از مرگش، چند وقت قبل از مرگش نامه داد به رهبر، از یک پیشرفت بزرگ در حوزه موشکی به رهبری خبر داد، یک موتور فوق پیشرفته که تو نامه به رهبر تبریک گفت، یعنی در واقع مژده داد که ما یک موشک فوق سریع ماهواره بر دست یافتیم. متاسفانه زیاد طول نکشید که مرد و ضربه سنگینی بود. ما عقب افتادیم چند سال، چون که چیز مهمی تو مغز و ذهن شهید بود و اونم که نبود، 45 نفر دیگه هم اطرافیانش متخصص بودن، همه کشته شدن. ضربه سنگینی بود واقعا، حالا نمیدونیم اشتباه بوده یا توطئه بوده و بدشانسی بود. خلاصه تا اینکه برنامه سرایی اخیرا یه برنامه درست کرده، یه موتوری اون تو نشون داده، ولی عکس خیلی مبهمه، ولی بعدش میذارم، و یک موشک 4 مرحله‌ای هست، سوخت جامد هست، 20 متر ارتفاع و 4 متر 3.5 متر 4 متر قطرشه. دقیقا شبیه همون موشکایی که هند و ناسا و روسیه میفرستن بالا با اون عظمت. شاید ما به زودی شاید خواهیم بود که ایران چه موشکی رو پرتاب کنه، یک موشک ماهواره بر غول پیکر. انشالله کم کم به سوی ماه بریم و مثل هند و چین توسعه پیدا کنیم. یک راش اینه که سازمان فضا از دست دولت خارج بشه، چون دولت دست صهیونیست هست. میگم دست صهیونیست هست، در واقع میخوام بگم خطای نفوذ صهیونیست ها در دولت هست و اجازه نمیده این کارها به خوبی پیش بره. یه نکبتی مثل این محمد شریعت مداری رو گذاشتن رئیس سازمان فضا، عملا زمین زد. باید سپاه مستقل از دولت سازمان فضا تشکیل بده در قضیه علمی، شبیه ناسا. ناسا مال ارتش آمریکاست دیگه. سپاه باید مستقل از دولت سازمان فضا تشکیل بده و اجازه ورود نفوذی‌ها رو نده. حتی سپاه باید مستقل از دولت مؤسسه تحقیقاتی اتمی داشته باشه. این هم دولت ربطی نداره، حق نداره دخالت بکنه. باید این دو مقوله رو سپاه مستقلن، سپاه باید یکم بود علمی بگیره، شدت علمی بشه، چون روح ارومزدا، روح سکندر ارومزدا به اینا کمک میکنه، در جمع اونا هست، دستگیر اونا هست و بسیار توسعه بنیادهای در واقع پژوهشی در سپاه با یک روح معید میشه که پیشی خواهد گرفت. در دولت نه، دولت همه چی نحوست داره، چون که دست نفوذی هاست، دست غارتگر هاست، هیچ کاری موفق نمیشن و همه پروژه ها به شکست میخورن. ولی سپاه چون یه نیروی خالص پشتیبان توسط پشتیبان شده توسط اورومزد هست، به هر کاری دست بگذاره پیروز خواهد شد. حالا این موشک های غول‌پیکر ماهواره بر ایران تو راه، ما به زودی شاهد خواهیم بود که موشک های با موتور های غول‌پیکر، موشک های 20 متری با عرض 4 متری، ایشالله اون نویدی که شهید ترانی داده بود به رهبری با 7 سال تأخیر ظاهرا در حال ثمر رسیدن و که تا 20 آبان 1390 موجهش داده بود این بند خدا به رهبری، ولی حالا کشتنش یا لو رفت چجوری شد این انجام نشد. ولی ظاهرا این جور پیداست به پخش مستند، تصویر موتور هم تو مستند نشون داده. من دوست دارم این مستند رو ببینم. قبل از اینکه مستند رو ببینم آمدم دارم با شما صحبت میکنم و بعد از این میرم سرچ میکنم و این مستند رو میبینم. به نظر میرسه این موشک ماهواره بر عظیم از نوع قائم باشه که 4 مرحله‌ای هست، سوخت جامد داره. تصویری هستش که شهید ترانی مقدم داره صحبت میکنه پشت بچه‌هایی که نشستن، که اکثرشون هم شهید شدن، خدا رحمتشون کنه. اون موتور غول‌پیکر در پشتشون نصب شده هست که یه چیز نارنجی در نوک اون هست.
پروردگار و ارومز کمک کنه بچه سپاه، انشالله که ما خبرهای خوشی به زودی بشنویم در این زمین. پاینده ایران و بدرود.